به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین عزیز. خوشحال هستم که با یک برنامه دیگه در خدمتتونم. مهمان ویژه‌ای داریم، آقای دکتر خسروی. در تو غزه می‌خوایم صحبت کنیم، بحث مفصلی خواهیم داشت و با توجه به تحقیقات و مطالعات که آقای دکتر داشته، من اجازه می‌خوام بعد از شنیدن صدای دکتر، عرض ادبش با مخاطبین، بحث رو از بخش مسیحیان صهیون آغاز کنیم، یک گریزی به اون نقطه بزنیم و وارد بحث غزه بشیم. آقای دکتر سلام، ارادت بفرمایید گفتگوی با مخاطبین داشته باشید، وارد بحث بشیم. بنده عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبین محترم حضرت عالی. امیدوارم که صدای من برسه. شما تایید بفرمایید که صدا بسیار عالیه. بسیار عالی. آقای دکتر، مسیحیان صهیون، میدونید که بحثی که توی غزه ایجاد شده، میزان لابی که وجود داره توی آمریکا و مسائل این چینی خیلی خیلی مهمه. بعد نیست گریزی به اون نقطه بزنیم، از اون نقطه آغاز بفرمایید بحث رو. بله، من تصور میکنم این رو باید دقیقا شکاف برای مخاطبان حضرت عالی که اساسا یه مقدار تصور درستی از جریان صهیونیست داشته باشیم و ببینیم که جریان صهیونیست و تفکر صهیونیست در اصل ایدهی مسیحیست تا یهودی. خیلی مهمه، ایدهی مسیحیست و مسیحیان بنیان گذارش هستن نه یهودیان. ببینید، فرقای مختلف مسیحیت هست، خب مطلع هستید، از بعد از رفرم از قرن 15 16 که در واقع پروتستانتیسم ایجاد میشه در اروپا، حالا فرقای مختلفی داره، زوینگلی هست، کالوان هست، لوتر هست و دیگران و کلیسای انگلیکان در بریتانیا. از همون آغاز پیدایش، یعنی از آغاز قرن 17 فرقه گروهی انشعابی از جریان پروتستان که به اصطلاح به بعدها امروز به نام اوانجلیک یا انجیلیون یا تبشیریون در واقع مشهور هستن شکل میگیره. این فرقه سه تا مشخصات داره، در واقع سه ممیزه اصلی داره. یکی اینکه نسبت به آیین‌ها و مراسم عبادی و تشریفات مذهبی بی‌توجهه، اساسا اینها رو براش اهمیتی قائل نیست. آنچه که مهمه در واقع ایمان به عیسی مسیح و اینکه بدونی یا اعتراف بکنه شخص که عیسی مسیح منجی شخصی اوست، این کافیست بر اون. در پی عبادات و مناسک و آیین‌ها نیستن. دومین ویژگی اینها این است که بسیار در واقع لفظ به لفظ به کتاب مقدس رو، عهدین رو، چه عهد قدیم چه عهد جدید رو متوجه میشن. یعنی از هر گونه تفسیر و تفسیر باطنی یا در واقع که بخواد اگزژر باشه به قول فرانسوی ها، یعنی اون از اون تفسیر و گزارش های باطنی در واقع به دورن. بسیار لغت به لغت ظاهر بینانه در واقع، مثل اشعریای خود ما در واقع به این شکل با کتاب مقدس رفتار میکنن. سومین ویژگی که اینها دارن این است که معتقدن به هزاره ها، حالا هزاره ها رو بقیه پروتستان ها معتقدن، البته اینا به 7 دوره تاریخی اعتقاد دارن از آغاز آفرینش، چون اساسا به آفرینش الان در امریکا به اینا میان کراسیونیست، یعنی مثلا اونا که به خلق به آفرینش اعتقاد دارن که معتقد 6000 سال پیش دنیا به وجود آمده است و میدونید دیگه در ایالت مختلفی با تعلیمات آموزش های زیست شناسی بر اساس نظریات علمی مدرن مخالفت میکنن و مثلا خلقت گرایی رو مطرح میکنن. این هم جریان اوانجلیکه، اینها از 6000 سال پیش آغاز میکنن، 7 دوره بهش قائلن و این 7 دوره الان معتقدن دوره آخری، دوره آخر که در واقع نزدیک بسیار هم به آخر زمان، به اون تعالیم آخر زمانی به اصطلاح اپوکالیپتیک و در واقع فرشگرد به گفته ایرانی ها، در واقع بر اساس دین زرتشتی بهش میگه فرشگرد، یعنی آخر زمانی باور دارن. و اون هزاره آخر هزاره عیسی مسیح است، هزاره ایست که در واقع عیسی مسیح باز خواهد گشت بر روی زمین و ملکوت به اصطلاح آسمانی رو در زمین ایجاد خواهد کرد در به پایتختی اورشلیم. و خب برای رسیدن به اون این تصور ایجاد شده بر اساس در واقع متون کهن عهد عتیق که اینها باور دارن که عرض مقدس، یعنی عرض فلسطین امروزی،
و عرض موعود به حضرت ابراهیم و اسلاف او از اسحاق فکر میکنم آقای دکتر پترا رو میدونن، دقیقا به همون نقطه هم اشاره میکنن، عرض موعود رو هم پترا میگیرن. نه پترا نیست، نه پترا، ببینید اساسا پترا در اردنه، پترا رو بخشی از چیز میدونن، بخشی از اون اسرائیل بزرگ میدونن، اسرائیل بود، چون میگن سه تا از قبایل ما، سه تا از قبایل اسبات دوازدهگانه یهود در اردن فعلی زندگی میکردن، یعنی اردن رو هم اینا در واقع میخوان. اسرائیل بزرگ بین دو تا رودخانه است دیگه، بین نیل است و فرات، اون چیزی که در عهد عتیق اومده بین این دو رودخانه است، بین فرات تا نیل، در واقع خب اردن هم بخشیش هست، ولی اردن رو اونا معتقدن که سه تا از اسبات در واقع دوازدهگانه اونجا زندگی میکنن، در واقع اردن یک دولت جعلی میدونن نهایت، هم اردن هم میخوان به خودشون ملحق کنن. پس اینا معتقدن باید این اسرائیل بزرگ تشکیل بشه از فرات تا نیل، و خب یهودیان باید در اونجا مجتمع بشن، یهودی سراسر جهان، اونگاه هست که عیسی مسیح ظهور خواهد کرد. و اتفاقا یک جریان ضد یهودی هم پشتش هست، به این معنا که یا یهودیان در واقع ساکن به اصطلاح فلسطین که جمع شدن اسرائیل رو تشکیل دادن مسیحی خواهند شد، یا اینکه کشته خواهند شد به دست عیسی مسیح، به فرمان عیسی مسیح، یعنی در واقع یهودیتی نخواهد بود، یهودیت از میان خواهد رفت. این باوری است که این جریان اوانجلیک پروتستان که تعدادش هم بسیار زیاده، البته اوانجلیک صهیونیستن، اینا خود جریان اوانجلیک دو جریانه، یک جریان اوانجلیک غیر صهیونیست، یک جریان اوانجلیک صهیونیست. در امریکا تقریبا نیمه 100 میلیون شما اوانجلیک دارید، حدودا 40 میلیونش صهیونیست، اما بسیار قدرتمندن و بسیار با نفوذن. ببینید اینها در واقع آقای دکتر لابی اصلی بین دولت آمریکا و اسرائیل هم همین جریانه، درسته؟ همینا که با آیپک متحد شدن، ببینید همینا بودن که در دولت پیشین ترامپ بخش عمده ای، تقریبا اکثریت کسانی که اطراف ترامپ بودن، معاون اولش مایک پنس، بولتون و پومپو، متعلق به این جریان فکری هستند، یعنی اینها متعلق به جریان اوانجلیک صهیونیست هم بسیار هم خوب میدونید نسبت به ایران بسیار هم تند. خب آقای دکتر، این اگر هایی که متعلق به این جریان فکری بود خود کارتر، جیمی کارتر، یکی از دلایلی که جیمی کارتر نتونست در دور دوم رأی بیاره. بله آقای دکتر، با این وصفی که شما دارید، خب اینا میتونن به راست افراطی ها خیلی نزدیک رفتار کنن، یعنی دولت امروز اسرائیل هم راست افراطیه، اومدن ترامپ هم میتونه حلقه ارتباطی اینا رو قوی تر هم بکنه. اصلا شما اون وقت خواهید فهمید که چرا ترامپ اورشلیم رو برخلاف قواعد بین المللی، برخلاف بیانیه سازمان ملل 1980، اسرائیل ادعا کرد که اورشلیم پایتخت ماست. خب حتی خود امریکا در 1980 رد کرد این رو، سازمان ملل که قطعا رد کرد، چون میدونیم اونجا به هر حال متعلق به فلسطینی هاست، اون برقدنامه های سازمان ملل. اما ترامپ پذیرفت و پایتخت، یعنی سفارت رو منتقل کرد به اورشلیم بر اساس همون دیدگاه در واقع اطرافیان اوانجیل که صهیونیستیش این کارو کرد، یعنی نفوذی که اونها داشتن و دامادش که خب به حال یهودی صهیونیستی هم بود. بر اون اساس ببینید ریشه خیلی قدیمی، اولین کسی که در این زمینه کتابی نوشته به لاتین 1400 صفحه مشهور، کتاب بسیار مفصل، سال 1609، ببینید 1609 اوایل قرن 17 دوره شاه عباس صفوی در ایران و دوره اوج قدرت عثمانی، اونجا شخصی به نام برایتمن فکر میکنم که اونجا ایشو یک متعلق در واقع پروتستان اوانجلیکه، او معتقد است، یعنی باور داره واقع تأسیس بشه و یهودیان از هر گوشه عالم به اونجا مهاجرت کنن. ببینید 1609، 1617 کسیش به نام فینچ، لورد فینچ، 1617 که نماینده اینا آقای دکتر، اینها بعد از ماجرایی است که تو اسپانیا و فرانسه و اروپا راه افتاد که یهودی ها رو در واقع بحث الحرا و اینها، آره اینا برای بعد از اون ماجراست.
بله، اونجا که اخراج میشن از اسپانیا، الیزابت به کاتولیک مثلا اینا رو اخراج میکنه، میرن در هلند، بخشش در سالونیک عثمانی، اینا بعد از اونجا داستانه، بعد از اساسا جریان پروتستان اوایل قرن 17، 1617 ایشون هم باز یه کتابی داره و این نماینده پارلمانه که این کارو باید کرد، یعنی باید اسرائیل تأسیس بشه و در واقع یهودیان عالم در اونجا مجتمع بشن برای که عیسی زونیا رو اداره کنه. البته صلح آرامی چه که اصلا یک جنگ است، اینو فراموش نکنیم، یا در میان جنگ خواهد اومد مسیح ظهور خواهد کرد، یا احتمالا در پایان جنگ، به نظر میاد در میانه جنگ. یعنی به این خاطر ببین همه عناصر رو بذارید کنار هم، بعد میای قرن 19 در بریتانیا، خب اینا از بریتانیا آغاز کردن جریان، گفتم فینچ و برایتمن، بعد میرسه به شخصی به نام هرشل. هرشل هم کشیش اوانجلیک، کشیش انگلیکنه، هم دیپلمات بوده، سفیر بریتانیاست در اتریش، امپراتوری اتریش البته، خب با شخصیت بزرگ جهانی، با عرض کنه امپراتور اتریش، با تزار روسیه، با همین ارتباط داشته و او دوست هرتسل میشه، نزدیک میشه به هرتسل که بنیانگذار صهیونیسم یهودیست. ولی هرتسل همونطور که میدونید هرتسل لایک سکولار آدم مذهبی نیست، برنامه او تشکیل یک ملت یهوده، ملت جدید یهود، حالا الزام هم نیست، لازو الزامی هم نبوده این اتفاق در فلسطین صورت بگیره، یعنی اون ارض مقدس دیرینه به اصطلاح مدعای یهودیان. او اصلا به اوگاندا فکر میکرده، به افریقا فکر میکرده، به اوروگوئه، آرژانتین، به بخشای از اینجا که بتونن یهودیان عالم به اصطلاح کنار هم جمع بشن، یک ملت، یک دولت ملت بسازن. ولی هرشل که به اون نزدیک میشه، در واقع با این تفکر اوانجلیکی که داشته، با این تفکر مسیحی صهیونیست، به اون میگه حق نداری به جایی غیر از فلسطین فکر کنی، حق نداری، اساسا باید که در این اتفاق در فلسطین صورت بگیره و اسرائیل بزرگ اینجا تأسیس شه به خاطر اینکه عیسی مسیح ظهور خواهد کرد. ببینید، و او حتی هرتسل از او به شدت نگران، ناراضیه، میگه این آدم خرافاتی و مذهبی و خیلی دوگمیست، اما به هر حال پیش میبره. و بعد میرسیم به 1917 و بالفور، خود لورد بالفور در همین خانواده در واقع اوانجلیک پروتستان و صهیونیست بزرگ شده، خود او هم متعلق به این جریان فکریست که اون اعلامیه بالفور در واقع صادر میشه. نتیجه این امر اینه که شما وقت اساسا امکان رسیدن به صلح ندارید با این تفکر، چون بر اساس اون تفکر باید جنگ صورت بگیره، باید به جنگ برسیم، چرا که از این جنگ است که آخر زمان اتفاق میفته. حالا نیروهای بد، نیروهای خوب به زعم اونها، نیروهای تاریکی و روشنایی در حال جنگ خواهند شد، به جنگ خواهند پرداخت. و سه تا نتیجه کاملا وارز داره، یکی این که هرگز نخواهند گذاشت یا اجازه نخواهند داد که صلحی در اون منطقه صورت بگیره، حتی اگر اسرائیلی‌ها یهودی‌ها بخوان اونا کارشکنی خواهند کرد. ببینید الان کلونیای در واقع یهودی در کرانه باختری، یا کرانه باختری به خصوص، بالا اقبال 500-600 هزار نفرن، هزینه عمده اونها رو همین اوانجلیکای به خصوص امریکایی پرداخت میکنن، سالانه میلیون ها دلار در واقع هزینه میکنن اونجا به که اونها رو اونجا نگه دارن، اونا اونجا بمانن، خود از دولت اسرائیل بیشتر به اونها کمک میکنن. اصلا آقای دکتر، خود روس ها هم تمام این سالها به خاطر این با اسرائیل نزدیک بازی میکردن که بتونن از لابی اون جریان برای دوستی با آمریکا استفاده کنن، یعنی آمریکا بتونه روابطشو با روسیه خصمانه دنبال نکنه. این روابط بود، اما معتقدی تصمیماتی که در دولت اسرائیل گرفته میشم از همون زاویه ایدئولوژیک داره میاد؟ هر دو، هم زاویه، ببینید هم حالا میرسیم به اون بحث‌های اقتصادی سیاسیش، یعنی یک متاسفانه یک در واقع میشه بستی به یک گره در گره خورده، واقعا مثل یک کلاف نخی است که گره در گره خورده. هم بحث‌های ایدئولوژیک دینی پشتش هست که خیلی مهمه، اونو بهش کمتر اشاره کردیم. و ببینید در امریکا 1891 گروه به یک پتیشن، یک توماری امضا میشه از 400 فکر کنم 15 نفر از بسیار هم با نفوذن، نویسندگان و عرض کنم هنرمندان و به خصوص ارباب صنایع و
در واقع سرمایداران بزرگ که در مسائل مدیران بانک و بنگاه های مالی 415 نفر اکثر از همه اوانجلی که سرگی نیست به رئیس جمهور امریکا در واقع نامه میدن 1891 و اونجا ازش میخوان طبق این تومار که باید دولت اسرائیل در فلسطین شک پیدا کنه ببینید قبل از اعلامیه بالفوره و یهودیان در واقع بتونن همه در اونجا مجتمع شن. خود چرچیل هم آقای دکتر خود چرچیل هم یک سری نامه ها رد و بدل کرد با روزولت برای همین موضوع. بله این برای برنامه خیلی قدیمی تره، خیلی قدیمی تر از روزولت و چرچیل. جالب اینجاست رو بدونید مخالفان این بلکستون مموریوم، بلکستون اسم شخصی، مخالفان این خود یهودیان، یعنی یهودیان امریکایی مخالفت کردن گفتن آقا ما هر جا که زندگی بکنیم، هر کشوری زندگی بکنیم اونجا برای ما اسرائیله، هر شهری هم که زندگی بکنیم اونجا برای ما اورشلیمه، ما یهودیان مدرنی هستیم، درخواستی هم نداریم که ما یهودیان امریکایی هستیم، امریکایی یهود هستیم و مایل نیستیم امریکا رو ترک کنیم بریم در یک بیابونی در فلسطین در میان دشمنانی و مثلا با اعراب زندگی کنیم که خب به هر حال مسلمانن با ما کینه دارن و بعد بریم اونجا رو اشغال کنیم. یهودیانن که مخالفت میکنن. خیلی جالب اینه ببینید اساسا جریان ببینید یهودیهای مذهبی و معتقد به شدت 90%شون مخالف تشکیل دولت اسرائیل بودن، چرا که در تلمود اومده در کتاب مقدسشون که روایت شفاهی تورات است در تلمود سه تا ببینید سه عهد میبنده با یهودیان، دو تاش با یهودی هست یکیش با غیر یهودیان، میگوید یک تشکیل دولت نباید بدید به یهودیان، میگه تشکیل دولت نباید بدید، دو با امتهای دیگر نباید جنگ کنید، نباید به نزاع و جنگ به امتهای دیگر بپردازید، سومیش برای غیر یهودیان است، میگه که برای گوییم ها به اصطلاح ما ها گوییم دیگه یا بار تغییر آمیزم داره غیر یهودیان، برای گویی ها برای گوییم ها این است که با آزار ندید، شکنجه ندید، جنگ نکنید با یهودیان، این توصیه است به غیر، یعنی اساسا تشکیل دولت اسرائیل خلاف کتاب مقدس یهودیان است، مخالف تلمود، صراحت داره تلمود در این مورد، به همین خاطر 90% مخالف بودن و بیشتر اون جریان سکولار و لایک و آتب و غیر مذهبی یهودی ها بودن که همراه شدن با این جریان اوانجلیک برای تأسیس دولت اسرائیل. پس اینجا ببینید که امکانش و وجه دومش غیر از این که حالا امکان صلح ایجاد نمیکنه، اینا برای اینکه به اون جنگ برسن، برای اینکه در واقع معتقدن، اصلا میگن قضاوت الهی در روز قیامت در روز داوری بر اساس این است برای مسیحیان که آیا شما مخالف دولت اسرائیل بودید یا موافق دولت اسرائیل، ببینید تا کجا پیش میرن، یعنی برای اون اساس رفتار شما در واقع داوری میکنه خداوند در مورد مسیحیان. نتیجه دومی که میرسن شیطانی کردن چهره مسلمان است و مسلمان هایی که اونجا ساکنن، باید در واقع برسن به یک جریان معنوی سیاه و سفید و دشمنی ایجاد بکنن که اون دشمن در واقع مسلمان هایی هستن که اندازه اونا شیطانی هستن و اجازه تأسیس این دولت رو نمیدن و اینکه در واقع به تأخیر میندازن در واقع ظهور حضرت مسیح رو. این یک خلاصه‌ای بود از این جریانی که بسیار قدرتمند، لابی های بسیار قدرتمند داره، 500 میلیون نفر در دنیا هستن. آقای دکتر همین جریان در واقع داره پای گذاری عادی سازی روابط بین عربستان و اسرائیل رو میچینه. بله دقیقاً همه. یعنی پروژه عرب مد، اتفاقاتی که تو هندوستان داره میفته بعد از اومدن مودی دقیقا رد پا از همون جریانه و داره سیاست گذاری در سطح بین المللی و جهانی هم میکنه. مودی در مورد مودی اینو بعد بگیم، مودی خب یه در واقع راست، حالا نمیگیم افراطی، راست رادیکاله در واقع، خب یک راست مذهبی خیلی هندویی است در واقع، تفکر مذهبی افراطی داره دیگه، به هر حال یک تفکر هندویی داره و خب اینها معتقدن که خب هندوستان در واقع اکثریتشون هندو هستن، یک تقریبا شبیه دولت اسرائیل که میگه من دولت ابریا، اونها معتقدن دولت هندو هست، دولت هند. طبیعتا اینجا با مشکل پیدا میکنه با مسلمان هاش که به هر حال یه اقلیتی 140 50 میلیون نفرن در هندوستان، حداقل 10% جمعیت هم دست کم، خب با اونها مشکل برخورد خواهد کرد، به این خاطر در واقع نوعی ائتلاف و همسویی با اسرائیل داره برای اینکه یک دشمن مشترکی
در برابر خودشون میبینن، اونم مسلمان ها هستن. و از این لحاظ مودی در واقع میشه گفتش که هم با مسلمان ها هم با سیک ها به مشکل برخورده، که امروز هم ببینیم دست به ترور حتی مخالفان سیک در کانادا هم میزن. بله این جریان مودیست. حالا برسیم به این مطلبی که ببینیم چرا اسرائیل و این جریان لابی اساسا چه چیزی علاوه اقتصادی و سیاسی میخواد. اگر فکر میکنم در مورد مسائل ایوانجلیکای مسیحی و قدرت اونها، نفوذ اونها بعد کافی صحبت شد، اگر موافقم. ببینیم آقای دکتر، یه موضوعی هست. خیلی ها معتقدن اتفاقات 7 اکتبر بر هم زدن بازی بود که اونهاشن طراحی میکردن. میخوام بدونم از نظر شما با عینک این اونجلیستا اون بازی چی بوده؟ خب ببینید، حالا اولا 7 اکتبر آخرین اطلاعاتی که ما داریم، فیگارو بیدونید دیروز یا پریروز بود یه مقاله نوشت در واقع بر اساس اطلاعات به دست اومده از کسانی که دستگیر شدن از اعضای حماس و پلیس اسرائیل، که در واقع میدونید جریان عملیات هفته به اصطلاح اکتبر، 7 نوامبر اکتبر بود بگید، 7 اکتبر، بله 7 اکتبر، در واقع حتی مقامات ارشد حماس در قطر به اسماعیل هنیه یا خالد مشعل هم در جریان نبودن. شخص یحیی سنوار در واقع که رهبر عملیات است در غزه، او در واقع برنامه ریزش بود، شاید یکی دو نفر از نزدیکانش هم در جریان بودن. حتی رهبران حماس در خارج از غزه هم اطلاع نداشتن. نیم ساعت قبل از آغاز عملیات، 6:30 صبح به در واقع نماینده حماس در لبنان تماس گرفته شده، زنگ میزنن و به اونجا بهش اطلاع میدن که عملیات نیم ساعت دیگه آغاز خواهد شد و ازش میخوان که به آقای سید حسن نصرالله اطلاع بده. یعنی نیم ساعت قبل حزب الله در جریان این عملیات قرار میگیره. خب ایران هم به طریق اولا در جریان نبوده، این درست گفته، ایران که در واقع بی خبر و بی اطلاع بوده و این عملیات عملیاتی کاملا فلسطینی، حتی میشه گفت عملیاتی است به از یک شاخه داخلی حماس، یحیی سنوار در واقع که بسیار هم فرد باهوشی است و خیلی آدم دلیل و شجاعی است، سالها زندانی بوده در زندانهای اسرائیل و طراح عملیات است. این اولین مطلبی که برای در واقع عملیات بخوام عرض کنم خدمتتون. اما اینکه چرا به این عملیات دست دادن، ببینید از 2021 اینا مذاکرات بین حماس و اسرائیل بود برای آزادی زندانیان در واقع فلسطینی در اسرائیل، چیز حدود 7500 نفر تا قبل از این عملیات، الان بالای 10000 نفره، شاید هم بیشتر، 10000 نفر تا یکی دو هفته پیش بود زندانی داشتن و هم از کرانه باختری هم از غزه. در واقع مذاکراتی بود بعد در واقع آزادسازی این زندانی ها یا گروگان ها با دولت اسرائیل. از 2021 آخر 2021 قطع میکنه دولت اسرائیل، یک بار این مذاکرات میکنه با حماس. به نظر میاد کلید اون عملیات اونجا، چون مایوس میشن از مذاکره با برای آزادی این هزاران نفر که واقعا وضعیت بسیار بسیار تاسف باری دارن، وضعیت غیر انسانی که ما امروز شاهد جنایت ها و قتل عام و آدم کشی اسرائیل در غزه هستیم، ولی اون چیزیست که عیانه و میبینیم و دوربین ها ضبط میکنن و خب ما داریم ویرانی رو، کشتار زنان و کودکان رو میبینیم، اما در زندان هایی که دوربین نیست اون رو در واقع نمیبینیم. ببینید 2100 نفر از این زندانی ها اساسا محاکمه نشدن، تفهیم اتهام نشدن، یعنی نتونستن خودشون حتی دفاع بکنن و این جریان هر 6 ماه یک بار در واقع تجدید میشه و قاضی به صلاح دادگاه اسرائیل این حق رو داره که هر چقدر که بخواد تا هر زمانی که بخواد اینا رو در این حالت بلا تکلیف نگه داره. 2100 نفر، چند نفری که آزاد شدن در این تبادل گزارش هایی دادن وحشتناکه، اتاقهای 2 در 2 عرض کنم که اینا رو زندانی میکنن، شبها تا صبح چراغ روشنه، به شدت ضرب و جهل میشن. در واقع 6 نفر از اینایی که آزاد شده بودن به اثر همین ضرب و جهلی که در واقع در زندانهای اسرائیل بود جونشون از دست دادن بعد از آزادی. یکی دو تاشون هم من آقای دکتر دیدم که حافظهشون از دست دادن. و ببینید اصلا غذایی که بهشون میدن، گفت میگه غذای 2 نفر برای 10 نفر میدن، غذای 10 نفر 2 پرس غذا بیشتر نیست، یعنی گفت 2 تا قاشق برنج نفری بهمون میرسه. حالا ببینید با چه وضعی اینا
حمام که هفته یک بار با دوش آب سرد، خیلی پتور ازشون گرفتن. اصلا یک شکل گانتانموس، واقعا یک گانتانموس اون اتفاقی. و اجازه هم نمیدن که سازمان صلیب سرخ، سازمان صلیب بین‌المللی صلیب سرخ با از اونجا گزارش تهیه کنه یا بازدید کنه یا مصاحبه ای بکنه با زندانی ها. این وضعیت زندانی ها خب غیر قابل تحمل بوده. این جریان هست، بعد اون اقداماتی که بنگوی وزیر و سه تا از وزیرای بسیار تندروی افراطی مذهبی یهودی در دولت نتانیاهو انجام داد، دولت ائتلافی است دیگه، مطالعه هستید، بین گروهای مثل احزابی مثل شاس که اینا افراطیای رادیکال مذهبی هستند. بله دیگه، همه جنجال ها بر سر ایناست. بنگوی رسم اتریش هر کدوم مواضع خیلی شدیدی داشتن توی دو سال. هم بنگوی از اون یکی که میگفت ما باید با سلاح هسته‌ای با بله بزنیم، که البته یه هفته دو هفته تعلیق شد به صلاح در حضورش در کابینه، بعد برگشت بدون اینکه استعفا بده یا برکنار بشه. ولی آقای بنگوی بحثش اینجا بود که ما معبد رو بازسازی خواهیم کرد، معبد به صلاح هیکل اورشلیم رو، معبد میشه معبد سوم دیگه بعد از تخریبش توسط رومی ها، اون دیواری که مونده از دور رومی ها، دیوار ندبه. و بعد خب میدونید اونجا مسجد هست، مسجد الاقصی هست و قبة الصخره. بس اینجاست که مسجد باید تخریب بشه، مسجد باید تخریب بشه و اینا بلدوزر اینا بردودن که تخریب کنن، که خب به هر حال مقاومت شد. یکی از دلایلی که در واقع آغاز همین جنگ هم است این خطری بود که در واقع مسجد الاقصی رو و قبة الصخره، مساجد هر دو مسجد رو، همون نکته‌ای که آقای دکتر رهبری فرمودن که علت این در واقع جنگ به خاطر رفتار دولت کنونی اسرائیل، دقیقا داشت به همین موضوع اشاره میکرد. بله، دولت آپارتایدی به اعتقاد به آپارتاید داره به طور کامل، نجات پرسته. الان اون کاری هم که داره در انجام میده جنوسایدی، طبق تمامی گزارش های عرض کنم که ناظران حقوق بشری، اون اتفاقی که داره در غزه میفته جنوسایدی. یعنی و متاسفانه نه تنها در، خب میدونید قطعنامه‌اش تا به امروز 95 قطعنامه و بیانیه علیه اسرائیل بوده که هیچ کدومو ترتیب اثر نداده اسرائیل، هیچ کدومو 95، هیچ کشوری تا به حال این میزان علیهش قطعنامه و عرض کنم که بیانیه و در مخالفت با اقدامات سیاسیش نبوده در بنز اسرائیل، ولی خب بی‌توجهه. حتی یک بار 2010 فکر میکنم اون دادگاه عالی عدالت، نه دادگاه الهی، دادگاه بین‌المللی کیفری، نه دادگاه بین‌المللی عدالت، باز هم اشغال کردن باختری و به صلاح شهرک نشیلو رو محکوم کرد، اما اونم باز ترتیب اثر نداد. دو تا دادگاه بین‌المللی هست دارن، دادگاه بین‌المللی عدالت که بحث شهرک سازی رو که الان در واقع بیش از 600 هزار نفر رو در اونجا مستقر کردن. خب آقای دکتر یه گریزی هم بزنید به 7 اکتبر، یعنی از این فضا به سمت 7 اکتبر هم بریم. خب این جریان راست افراطی اومد توی اسرائیل، کابینش رو تشکیل داد، نتانیاهو رو آورد سر کار، رابطه نزدیکی به اوانجلیستا داشت، اوانجلیستا از لحاظ نظم اقتصادی بر دنیا شرایط خوبی داشتن، برنامه های بزرگی رو طراحی کرده بودن. برنامه اونو بر اسرائیل چی بود؟ خب ببینید، برنامه اونا این بودش که بتونن اسرائیل رو در واقع، ببینید حالا چون بحث حوثی‌هاست، ببینیم همکاریه که بین اسرائیل بوده و عربستان سعودی به خصوص، از سالها پیش در واقع این همکاری آغاز شده و برنامه حذف بشه و با اون صلح ابراهیم به اصطلاح با بعضی از کشورهای عربی که آغاز کردن، با مراکش، با امارات، با بحرین، و میرفتن برای سعودی، عربستان سعودی که به هر حال ثروتمندترین کشور عربی هست و از یه لحاظ مهمترین، در واقع مسئله رو با اعراب غیر فلسطینی حل بکنن. البته سوریه دیگه، خب سوریه که دچار جنگ داخلی بوده و الان هم به هر حال دچار هنوز مسائل سیاسی هست با بقیه کشور عربی، با سوریه خیر، با لبنان خیر، اون سرزمیناش رو اشغال کرده که هرگز اسرائیل باشون جنگ نکرده بود. حتی اسرائیل، خب امارات یا بحرین اینا قبل از جنگ اینا 71 1971 تأسیس شدن، اصلا در دو تا جنگ قبلی که دولت نبودن، جنگ 67 یا جنگ 47 تا 48،
ولی اصلا با اونا جنگ نکرده بود. پیمان صلح بی‌معنی بود با کشوری که شما اصلا باش جنگ نکردید. در واقع پیمان صلح میباید با سوریه یا لبنان یا فلسطینی ها انجام میشد که اونو دولت اسرائیل نمیخواست. از لحاظ دولت اسرائیل مسئله به نام مسئله فلسطین دوری توسط مصر اداره شده برگرده به مصر و کرانه باختری هم الحاق بشه به گرفته در اختیار رو قرار خواهد گرفت. کشوری به نام دولتی و ملتی به نام فلسطین وجود خارجی ندارن به لحاظ در واقع اسرائیل. خب این هدف رو پیش میگرفتن. آن کاری که در واقع حماس کرد، حالا غیر از اون بحثای زندانی که عرض کردن، همین هم بود. یعنی جلوی این رابطه ها رو بگیره، این نگذاره که مسئله فلسطین به اصطلاح بره زیر فرش و فراموش بشه و بیاد یک تلنگر جدی، یک شوک جدی به جامعه عرب و جامعه اسلامی وارد کنه که آقا ما چی، حق ما چی، حقوق ما چی، ما این وسط پایمال شدیم. و پرونده رو بیاره رو که موفق شد. پرونده فلسطین امروز آمده رو سازمان جهانی و سازمان ملل، سازمان حقوق بشری، کشورهای مختلف در مورد اون دارن اظهار نظر میکنن و به لحاظ دیپلماسی و به لحاظ حقوق بین الملل و افکار عمومی حماس برنده شده. اسرائیل بازنده علیرغم اینکه بسیاری از مدیاها و اسرائیل کن رسانه ها رو کنترل میکنه، آشکاری که انجام داده. پس هدف بعدی هم همین بود که جلوی این ارتباطات گرفته بشه و پرونده فلسطینی اساسا. خب آقای دکتر، یک موضوع خیلی مهمه. شروع یک جنگ اهمیت داره ولی پایان جنگ مهمتره. فرمی که امروز غزه داره، حماس داره، انصار یمن و شبکه محور مقاومت داره و فرمی که اسرائیل و آمریکا گرفته کاملا مشخصه. شرایط رو چطور میبینی؟ میدونید که من الان صدای من رو دارید آقای دکتر؟ صداتون الان دارم. بسیار عالی. عرضم این بود، شروع یک جنگ مهمه اما خوب تموم کردن جنگ مهمتره. یعنی فرمی که امروز غزه داره، حماس داره، انصارالله یمن و شبکه محور مقاومت داره رو دیدیم. بله. اسرائیل و آمریکا رو هم دیدیم. یعنی الان تقریبا دو طرف میدان نبرد کاملا مشخص وضعیتشون. مسئله رو به چه سمت و سوی میبینی؟ به نظر میرسه که زمان به ضرر اسرائیل داره پیش میره و اونا باید بازی رو تغییر بدن. به این شکل اگر برن جلو و هر چه زمان میگذره اونا آسیبشون جدیتره. ببینید، بذارید عوامل دیگه ای از دلایل این که فلسطینی‌ها نگران بودن و این جنگ در واقع آغاز شد توضیح بدیم. یکیش بحث قراردادهای نفتی هست که بین عربستان و امارات و عرض کنم بحرین و اسرائیل ایجاد شده بوده برای انتقال به اصطلاح به انرژی گاز و نفت از این کشورها از طریق دریای سرخ به بندر ایلات و از اونجا به بندر اشکلون و از اون طریق به قبرس و یونان. ببینید خیلی برنامه های از اون نیست. متضرر اینجا مصر بود که مصر روی نفتی داشت از دریای سرخ که بتونه در واقع بخشی از این نفت و گاز از طریق مصر ساده بشه، اون بسته شد و اسرائیل رو از آن خودش کرد. حالا غیر از اون معاهده که با هندوستان داشتن، بحثایی که با هندوستان داشتن بین هندوستان، امارات و یه کانال هم میخواستن بزنن آقای دکتر، جایگزین سوئز کنن. اونم هست به صلاح اون چیزه بنگوریون، کانال بنگوریون. ببینید این از 1965 بوده. بله. این طرح کانال بنگوریون از 1965 بوده. امکانش نبود به لحاظ عملی و جنگ ها و مشکلاتی که داشتن. الان زارن با چینی هم قراره کار بکنن، اینجوری که فکر میکنم با قرار چینی ها اونجا رو در واقع تأسیس کنن بین بزبندر عقبه از اونجا عقبه میشه رقیب کانال سوئز، حتی رقیب جدی مهمتری به این لحاظ که چون در واقع هم طولانی‌تر البته ولی پهن‌تر خواهد بود و به این خاطر میتونه کشتی‌های در واقع سنگین‌تری رو از اون عبور بده و بخشی از این کانال قرار است در واقع از غزه رد بشه. به همین خاطر در واقع یک دلیل جنگ بود که اسرائیل لازم داره یه بخش از غزه اساسا اشغال کنه. میتونست در واقع با یک توافقی مردم غزه با فلسطین‌ها
به توافقی برسه و اون به اونا هم یک حق عبور، حق گذری بده و اجازه بگیره هم اسرائیل مشارکت داشته باشه هم فلسطین. اما به هر حال اسرائیل چون هیچ حقی به فلسطینی ها قائل نیست و هیچ تمام که اونا یک بهره کوچک اقتصادی ببرن، این را انجام نداده، با زور در واقع میخواد این کانال بشه بره. و بعد بحث گازه، حوزه گازی که در 5 کیلومتری تا 30 کیلومتری غزه کش شده، 48 میلیارد متر مکعب خود گاز بله با قیمت امروز حدود 150 میلیارد دلاره. خب مبلغ مهمی است برای فلسطینی ها، برای اون چند میلیون جمعیتی که امروز درآمدی ندارن یا درآمد بسیار مختصری دارن که اونم اسرائیل در واقع ممانعت میکنه. درآمدی که اینا داشتن میدونید درآمدی بود از کاشت هندونه و گوجه فرنگی و سفیجات و اینها، ولی اون دیواری که کشته بودن چون نمیذاشت دریایی داشته باشن، فرودگاهشون هم که از بین برده بود در واقع و اینا هیچ کاملا بسته بودن، تنها راه گذرشون از طریق اسرائیل بود. صادراتشون به اروپا، همین صادرات میوه و سفیجات و اینها رو از طریق اسرائیل بد انجام میدادن، از طریق اون دیوارها. خب اسرائیل در واقع محصولات اینا رو میگرفت میفروخت به کشورهای غربی، اولا چند ماه تاخیر میکرد در پرداخت پولشون، بعد به شکل به اینا پرداخت میکرد در که خودش یورو میگرفت و بعد درصد خودش هم برمیداشت. ببینید چه ظلم فاحشی در واقع نسبت به این انجام. خب طبیعی است که نه اجازه نخواهد داد که بهره ای از در واقع درآمد حق عبور کانال بگیرن یا از در واقع گاز غزه. این دلایل همه رو با هم باید دید، یعنی هم دلایل اقتصادی داره بحث گاز، هست بحث کانال بن گوریون، هست بحث ارتباطاتش با کشورهای عربی، بحث لوله‌هایی که بعد از رسه به اشکدون و از اونجا منتقل بشه و حق ترانزیت بگیره. حالا خود گاز اسرائیل هم هست که در واقع اون هم یک برنامه داشت با امارات در واقع و قطر که بتونه گاز به شکل لیکید، به شکل مایع در بیاره، به سرعت برسونه به اروپا. خب الان آقای دکتر همه این طرح ها کنار رفت و فعلا همین ها و الان توی بی‌نظمی قرار داریم. اون شرایط رو تو این نقطه چطور می‌بینی؟ الان توی بی‌نظمی هستیم که دو طرف مش به مش قرار گرفتن و هر طرفی داره مش دیگه اینو می‌خوابونه. نکته هم چیه؟ بازی 0-1 شده، بازی برای بقا شده و این یه مقدار کار سخت کرده. ادعای اسرائیل اینه که من بازیم برای بقاست، ولی واقعیتش اینجا بود که میتونست خیلی بهتر عمل کنه. الان ببینید بحث نتانیاهو رو نباید فراموش کنیم. نتانیاهو در 7 اکتبر، حالا قبلش که اعتراضات شدیدی علیهش بود، بحث الان تغییراتی که در قوه قضاییه می‌خواست انجام بده به ضرر دموکراسی در واقع و به قدرت بیشتر قوه اجراییه و همینطور بحث مالی، بحث اختلاس و فساد مالی که داشت، پرونده‌هایی که داشت، الان یک پرونده بسیار سنگینی قطعاً برای او شک گرفته و اونم به اصل 7 اکتبر شوخی نیست. هزار واقع اون یگان 8200 که در منطقه میدونید که عرض کنم غزه در واقع یک پوشه ای داره، به اصطلاح پوشه داره، اون کیبوتسا که اطرافش هست اونا در واقع ظاهر داستانن. در کنار همه اینا پایگاه نظامی خیلی مهمی هست و هدف حماس اتفاقا از حمله خیلی جالب اینه بدونید به اون کیبوتسا نبوده، به اون پایگاه نظامی بوده. هدف این بوده که حمله بشه و گروگان گرفته بشه، از نیروهای نظامی اسیر بگیرن که بعد تبادل کنن. هدف اصلا فستیوال موسیقی هم نبود. خیلی جالب اینه بدونید فستیوال موسیقی جمعه شب بعد تموم میشد، شنبه که شابات بود و معمولا نباید به لازم عصبی کار بکنه، اصلا قرار بود تعطیل بشه. خود هم پلیس اسرائیل میگه حماس وقتی آمد فستیوال موسیقی دید، یعنی رزمندگان حماس، شوکه شد، تعجب کرد. و جالبه بر اساس خود اون چیزی پلیس اسرائیل هم گفته، رزمندگان حماس از مردم کسانی که در استان برنامهشون برای این فستیوال موسیقی نا نبوده، برنامهشون پایگاه نظامی بوده که خب موفق هم شدن به حال یه چند صد نفری رو در واقع گروگان بگیرن. تصور این بوده که با این گروگان هم میتونن تبادل گروگان داشته باشن و مذاکره باز کنن برای و اینکه اسرائیل خب به حال به خاطر این گروگان هایی که در اختیار حماس هست حمله آنچنانی نخواهد کرد. اما اینو فراموش کرده بودن که اسرائیل هنوز اون دکترین
اصطلاح هانیبال رو داره، میدونید که یک دکترین داره اسرائیل، ارتش اسرائیل به نام دکترین هانیبال. بر اساس این دکترین شما گروگان نباید بدید، و اگر گروگان یا اسیر شد از اسرائیلیا، گروگان و گروگانگیر، اسیر و اسیر کننده رو باید با هم بکشید. این قانون میشونه. به همین خاطر تو اون بحث فستیوال بخش عمده از مردم که کشته شدن توسط هلیکوپتر ارتش اسرائیل و پلیس اسرائیل بود، که به همه شلیک میکرد، چه به فلسطینی چه به اسیر در واقع اسرائیلی. و این داستان در واقع الان اسرائیل، الان نتانیاهو، آقای دکتر بریم، نتانیاهو الان میله های زندان رو داره میبینه، قطعا محاکمه خواهد شد، قطعا زندان، شک نکنید درش. هر چقدر که میخواد یه دستاورد داشته باشه آقای ندیمی، ببینید این میخواد بگه که من اگر اون گاف رو دادم، اگر اون اتفاق افتاد، اون میزان از اطلاعات و اون میزان کشته که دادم، به هر حال محاکمه خواهد شد. توی دادگاه چیزی در اختیار داشته باشه، بگه آقا من در عوض حماس کردم، در عوض غزه رو نابود کردم، در عوض حزب الله رو اگر بتونه باش وارد درگیری بشه، یعنی یک دستاوردی میخواد که ارائه بده در دادگاه. دیگه به فکر خودش، الان به فکر خود شخص خودشه، خیلی هم در راستای منافع اسرائیل کار نمیکنه، منافع دولت خودش که الان سرگیجه گرفتن. الان واقعا دولت اسرائیل نمی، و کم کم از چند روز پیش میبینیم، از دو سه هفته پیش انتقادهای خیلی شدید نسبت به نتانیاهو آغاز شده از طریق سیاسیون. خب حالا جریان چپ که همیشه بود، جریان حزب کار و سوسیالیستا که همیشه داشتن، یهود باراک و اینها، یهود المر، الان از گروه های دست راستی حتی انتقاد و خواهان استعفای در واقع نتانیاهو هستن. استعفا بده قطعا محاکمه خواهد شد. الان بن گوین هست و در واقع نفتالی بنت هست که ظاهرا امریکایی ها اصرار زیادی دارن که نتانیاهو استعفا بده. لیبرمن رو هم من دیدم آقای دکتر که اشاره میکرد به استعفای نتانیاهو. بنی گانس هست بیشتر، ببین لیبرمن بنی گانس بیشتر هست و احتمالا خود حالا بنت اومد دیروز یه مقاله در وال استریت حتما مطلعی در مورد، برای اولین بار شده اعتراف کرده که از سران اسرائیل، و این خیلی مهمه که اینو بدونیم که اعتراف کردن که ما در سال 2022 به ایران حمله کردیم، به اون در واقع جریان، به اون پادگان پهپادی ایران، و ترور کردیم. ما به عهده گرفت در زمانی که خودش نخست وزیر بود، ما این کارو کردیم، و پیشنهادش هم به امریکا این بود که همزمان در واقع حمله نظامی میکنن به ایران. ببینید پیشنهادی که دیروز داده در واقع اینه، یعنی بحث گسترش جنگ. در واقع نفتالی بنت میخواد نشون بده که کار نتانیاهو نیست و امریکایی میتونن رو اون حساب کنن. بحث اینجاست که امریکایی ها خودشون ظاهرا مایل به گسترش جنگ نیستن. اسرائیل اصرار داره، نتانیاهو اصرار داره، حتی نفتالی بنت اون اصرار دیگیش رو برای حالا برسیم ادامه فراتو برسیم بحث یمنی ها و حوثی ها و همکاری اسرائیل اونجا با عربستان. خب آقای دکتر، ما تقریبا 5 دقیقه میخواییم رو 5 دقیقه این بحث رو ببندیم. بخش یمن رو میخواییم یه برنامه دوم بریم، چون اون بخش هم خیلی بخش کامل و جامعی هست. من میخوام روی چند دقیقه آخر، رو بخش اول بیام به این قسمت که شما فرمودید برای اسرائیل چی مطلوبه، برای نتانیاهو چی مطلوبه، برای اپوزیسیونش و برای اسرائیل، برای حماس امروز کدوم شکل مطلوبه. میخوام با در واقع این سوال این برنامه بخش اول رو به اتمام برسونیم تا برای بخش دوم سراغ یمن بریم و عربستان. معتقدید امروز حماس به اون چیزی که میخواسته رسیده، و اگر چه فرمت و چه شکلی ایجاد بشه حماس برنده است؟ ببینید این که حالا بازنده بردن یا باختن رو باید تعریف کنید در چه چارچوبیه. اگر اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم، اون ویرانی، اون در واقع تخریب کامل از ارتش اسرائیل است و جنایت کاملا مسلم، اون رو نمیشه با پیروزی نظامی، این که زن و بچه بیگناه رو در واقع قتل عام بکنه، بیمارستان ها رو بخواد تخریب کنه، لحاظ دستاورد بزرگ نظامی نیست، به لحاظ نظامی ارزشمند نیست، چون هنوز ساختار نظامی شو تا حد زیادی حفظ کرده، نظمیش رو حفظ کرده، حتی تا همین دیروز و پریروز میبینید موشک باران میشه تلاوی، یعنی چندان آسیب دیده، ولی اون آسیبی که فکر کنیم
از میان رفته نیست. بعدش به نظر من برنامه داشته، یه برنامه دقیق داشته، مرحله به مرحله داشته. آیا اینکه تصور این واکنش تند رو از اسرائیل داشته تا حدی میشه گفت آره این تصور داشت، با چون درگیر شدن میدونم در واقع اسرائیل خب فکر کنم ما متاسفانه صدای دکتر رو از دست دادیم چند لحظه ای. اگر اینترنت دکتر استیبل بشه آقای دکتر صدای من رو دارید؟ ما چند لحظه صدای شما رو از دست دادیم. این بخش رو اگر میشه مجدد بفرمایید. عرض من این بود که ببینید در واقع به لحاظ توان رزمی برد و باخت عرض میکنم خدمت رو. الان نمیشه که اسرائیل برنده شده. اسرائیل گفته بود که من حماس رو نابود خواهم کرد، نتونسته هنوز. در واقع تخریب، در واقع ویران کردن یک شهر به طور کامل، ساختمان‌های عمومی خصوصی، بیمارستان‌ها، دبستان‌ها و مدارس و قتل عام مردم، زن و بچه بی‌گناه، اونها در واقع دستاورد نظامی نیست. نتونسته به اون هدف خودش برسه، یعنی به طور کامل سازمان رزمی حماس آسیب دیده ولی از میان نرفته. این خیلی مهمه، از میان نرفته و اون دست صدها کیلومتر هنوز تونل هست و نتونسته هنوز در واقع اسرائیل اینا رو کنترل بکنه. ببینید هنوز خامنه‌ای هم نتونسته وارد بشه، کامل مسلط بشه، کنترلش بکنه. مشکل داره. دیدید تیپ بریگاد گولانیش که بهترین نیروهاش هم هست، برای بار دوم شکست خورده. یک بار در لبنان 2006 شکست خورد از حزب الله که بیرون اومد در واقع از عملیات. این بار هم تیپ گولانیش، اون بریگاد گولانی اومده بیرون، نمیتونه با توان نظامی دفاع از شهروندان غزه رو خوب نداره، هواپیما نداره، موشک ضد موشک نداره. متاسفانه اونجا در واقع پناهگاه ها ساخته نشده برای عملیات، از دریا نمیتونن در واقع به دریا فرار کنن، از طریق قایق و کشتی به جایی برن. محاصره کاملن دیگه. اون عوارض رو داره، اما در واقع میتونیم بگیم دستاوردهاش در صحنه بینالمللی برای تغییر و اینکه سرانجام شاید با تغییرات ژئوپلیتیکی در دنیا صورت گرفته، نیروهای شرق که امروز دارن قدرت میگیرن مثل چین، حالا بریکس، روسیه، از یک طرف هم با ضعف امریکا، تضعیف امریکا و در واقع یک تشدتی که بین اونها افتاده، بین اروپای غربی، کم کم بعضی کشورها دارن یه مقدار مجبور شدن که تجدید نظر، مثلا فرانسه لحنش تغییر کرده تا حدی، یا نروژ. این فرصت رو مناسب میدونید که پرونده فلسطین میاد روی میز و شانسی رو دارن؟ به نظر من داره میشه. حالا اون بستگی داره که اگر بتونن، این خیلی مهمه، اگر به افکار عمومی خود اسرائیل هم مهمه، اونو باید دقت کنیم. به حال در اسرائیل گروه های سلطنت آقای دکتر یک دقیقه اسرائیل... تو یک دقیقه جنبندیشو میخوام ازتون، ممنون. ببینید در اسرائیل گروه های سلطنت هم هستن، احزاب چپ هستن، گروه هایی که خواستار گروه های لیبرال یا سوسیالیست که خواستار در واقع زیست مسالمت آمیز با فلسطینی ها، اونها الان دارن کم کم دیگه انتقادهای بسیار تندی به نتانیاهو میکنن. در حال هزار نفرشون چند روز پیش در واقع خواستار آتش بس فوری شدن، هم برای آزادی گرفتن هم برای اینکه این وضعیت هولناک پایان پیدا کنه در غزه. روی اونها دارن حساب میکنن که اون افکار عمومی، اون انجیوها، اون بتونه در اسرائیل به صلاح وارد عمل بشه، دولت فعلی عزل بشه، محاکمه بشه، برن به سمتی که انتخابات، و اون وقت با یک دولت معتدلتر و متعادلتر بتونن به یک مذاکرات جدی صلح و فلسطینی ها عمدتا. جناب قدیمی صدای من بود؟ بله بسیار عالی، سپاسگزارم آقای دکتر، بسیار بسیار عالی بود. ما یه بخش دیگه هم انشاءالله از شما دعوت خواهیم کرد، تو بحث یمن و عربستان هم ورود کنیم. فکر میکنم ناگفته های بسیار خوبی از بخش اونجلیس ها داشتیم و یک دنیا ممنون از بینندگانی که
این برنامه رو دنبال کردن، حتما در بخش دوم ادامه این بحث رو با ما همراه باشید. ممنون آقای دکتر، سلامت باشید، بزرگوارید. پاینده ایران، همیشه ایران، برای ایران.